سلام دوستان، به فاکس موویز خوش آمدید. در این ویدیو فیلمی از ژانر تریلر علمی تخیلی را از سال 2014 به اسم تایم لپس خلاصه میکنیم. لطفاً قبل از شروع ویدیو لایک و کامنت را فراموش نکنید. فیلم زمانی شروع می شود که نقاشی به نام فن را می بینیم که مشغول نقاشی است. فن با دوست دخترش کلی و بهترین دوستش جسپر در یک آپارتمان زندگی می کند. فن همچنین مدیر آن مجتمع آپارتمانی است، در حالی که جسپر یک معتاد به قمار است. در آن روز خاص فن نگهبان آپارتمان بیک جو را می بیند و اونو به یک مهمانی خانگی دعوت می کند. پس از آن صاحب خانه با آنها تماس میگیرد و اطلاع میدهد که یکی از مستاجران به نام آقای بی 2 ماه است که اجارهش را پرداخت نکرده. کلی داوطلب میشود با آقای بی سر بزند. با رسیدن به آپارتمان آقای بی در میزند، اما کسی جواب نمیدهد. انبوهی از روزنامه ها جلوی در است که نشان میدهد طرف خیلی وقت است که بیرون نیامده. پس از کمی تعلل کلی تصمیم میگیرد با کلیدها یدکی در را باز کند و داخل برود. سکانس بعد به اتاق فن تغییر میکند. با جسپر در حال صحبت کردن است که کلی وارد میشود و اونا رو با آپارتمان آقای بی میبرد. داخل دیواری رو میبینند که پر از عکسهای پولاروید از اتاق نشیمن خود اونا است. ظاهراً آقای بی از پنجره اتاق نشیمن از اونا عکس میگرفت. جسپر فکر میکند که از اونا جاسوسی میکند. اما تصاویر خالی از اتاق نیز وجود دارد. علاوه بر این برخی از تصاویر مجموعه سر جایش نیست. فن متوجه ماشین بزرگی در اتاق می شود که به نظر می رسد دوربین عظیمی است که مستقیماً به سمت پنجره اتاق نشیمن اونا قرار گرفته شده. یک عکس پولاروید از اون بیرون می آید و می بینیم که رخت آویز اتاق نشیمن اونا در حال افتادن است. این سه تصور می کنند که تصاویر روی دیوارها با همین دوربین گرفته شده. بعدن در آپارتمان خودشان مشغول صحبت هستند که ناگهان کلی به رخت آویز برخورد می کند. گروه تصویر را با ظاهر اتاق نشیمن مطابقت می دهند و می بینند که کاملا مطابقت دارد. متوجه می شوند که دوربین ظاهراً از آینده عکس می گیرد. ناگهان دوربین خود به خود عکس می گیرد. گروه با آن نگاه می کنند و می بینند که عکس روز بعد است که قرار است مهمانی خانگی داشته باشند. واضح است که این اونا رو شوکه می کند. اما جسپر هنوز هم باور ندارد که دوربین از آینده عکس می گیرد. کلی دفترچه آقای بی را پیدا میکند که میگوید مرگ خود را از طریق دوربین دیده و ظاهراً اون قصد داشت از قانون زمان و علیت کاردینال سرپیچی کند. فن عکس ها را بررسی میکند و متوجه میشود که همه دقیقاً ساعت 8 شب گرفته شده اند. با این حال دیوار دارای تعدادی عکس است که در طول روز نیز گرفته شده. اما همچنان عجیب میدانند که بعضی از عکس ها از دیوار گم شده. گروه بعد به انبار آقای بی می روند و در کمال وحشت جسد اونو پیدا می کنند. صورتش سوخته و پوسیده به نظر می رسد، اما لباسش خوب است. جسپر فکر می کند که اون به دلیل عدم اطاعت از قانون کاردینال مرده. وقتی به آپارتمان خود برمی گردند، جسپر پیشنهاد می کند که از دوربین برای به دست آوردن نتایج شرط بندی استفاده کنند. فن نسبت به این ایده تردید دارد، اما کلی از آن حمایت می کند. آن شب یک مهمانی خانگی دارند. جسپر و کلی با مهمانان می‌رقصند در حالی که فن با آپارتمان آقای بی می‌رود و دقیقاً ساعت 8 شب از مهمانی عکس می‌گیرد. عکس پولاروید را با عکسی که گرفته مقایسه می‌کند و می‌بیند که دو عکس دقیقاً یکسان است. همان لحظه دوربین یک عکس تازه بیرون می‌آورد. در تصویر هر 3 نفر مقابل دوربین ژست گرفتند در حالی که کاغذی با نتایج شرط بندی روی پنجره چسبانده شده. روز بعد فن هنوز در مورد این ایده تردید دارد، اما کلی پیشنهاد میکند که اگر آنچه را که تصویر میگوید عملی نکنند، قانون اصلی یعنی قانون کاردینال را زیر پا میگذارند و در این صورت این احتمال وجود دارد که به سرنوشت آقای بی سر دچار شوند. پس به این ترتیب کلی شروع به آبیاری گیاهان آقای بی میکند و روزنامه‌های اون را میگیرد تا به نظر برسد که همه چیز عادی است. در همین حال فن به بوم نقاشیش نگاه میکند و بدون نیاز به ایده پردازی نقاشی میکند. جسپر نیز هر روز نتایج شرط بندی را به پنجره می چسباند. چند روزی می گذرد و گروه از طریق آن پول زیادی به دست می آورند، در حالی که ناپدید شدن آقای بی را همچنان پنهان نگه می دارند. اما یک هفته بعد عکسی دریافت می کنند که در آن جسپر و کلی در پس زمینه دارند همو می بوسند، در حالی که فن جلوی اونا نقاشی می کند. فن ناراحت است، اما باید آنچه را که می گوید انجام دهند تا از قانون کاردینال پیروی کنند. بنابراین آن شب جسپر و کلی همونطور که فن نقاشی میکند همو میبوسند.
اما بوسه واقعی خیلی طول میکشد و باعث عصبانیت و حسادت فن میشود. اون با آپارتمان آقای بی میرود و تصویر جدید رو میبیند. در آن کتابدار قمار جاسپر آیوان رو میبینند که در اتاق نشیمن اونا نشسته. گروه میترسند چون آیوان یک جنایتکار خشن است. روز بعد جاسپر بسیار عصبی است. در حالی که کلی و فن میروند روی مبل میماند و منتظر آیوان است. کمی بعد آیوان از راه میرسد. اون به بردهای اخیر جاسپر مشکوک است و اونو تهدید میکند که راز خود را بهش بگوید. جاسپر میگوید که آیوان میتواند از شرط بندی هایش کپی کند و اونا رو به حال خودشان رها کند. درست همون زمان کلی و فن با عکس روز بعد وارد میشوند. عکس کلی را برهنه نشان میدهد و برای نقاشی فن شست گرفته. در حالی که سایه جاسپر از آینه اونا رو تماشا میکند. آیوان نمیداند چه خبر است و نگاهی به عکس میاندازد و بدون اینکه چیزی بگوید میرود. میریم به روز بعد. فن و کلی برای نقاشی آماده میشوند. و کلی طوری که عکس نشان داده بود برای نقاشی جست میگیرد. اما دقیقاً ساعت 8 آیوان رو بیرون از پنجره میبینند. خب معلوم میشود که سایه در عکس در واقع آیوان بود نه جاسپر. آیوان و یکی از مردانش مارکوس گروه را تهدید میکنند و به دوربین دست پیدا میکنند و به این ترتیب معامله پیشنهاد میکند که گروه باید هر روز با عکسهایی با نتایج مسابقات جست بگیرند و آیوان روی آن شرط بندی کند. واضح است که آیوان میخواهد شخصا از دوربین سود ببرد. گروه که چاره دیگری ندارند طوری که آیوان میگوید عمل میکنند. نتایج مسابقات مختلف را برای چند روز در اختیارش قرار میدهند تا اینکه یک روز فن متوجه میشود که عکس روز بعد یک نقاشی عجیب را نشان میدهد. نقاشی عکس یک جمجمه و استخوانهای ضربدری را روی بوم نشان میدهد. این سبک معمول نقاشی فن نیست و گروه فکر میکنند که فن آینده سعی میکند چیزی را به اونا گوش زد کند. روز بعد جاسپر بسیار عصبی است. چندین اسلحه در اتاق پنهان میکند تا در صورتی که کسی به اونا حمله کند از خود محافظت کنند. آن شب فن دم در با بک جو برخورد میکند که به تازگی شغلی به عنوان افسر پلیس پیدا کرده. اما همونطور که این دو صحبت میکنند مارکوس از ماشین اونا رو زیر نظر دارد. بک جو که حالا پلیس است کارت خود را به فن میدهد تا در صورت نیاز باش تماس بگیرد. وقتی فن به اتاق برمیگردد در این مورد به جاسپر نیز اطلاع میدهد. مدتی بعد آیوان و مارکوس که به بک جو مشکوک شدند از راه می رسند. کارت پلیس را پیدا می کنند و از سه نفر در مورد ارتباط اونا با جو جویا می شوند. هر سه را تهدید به کشتن می کنند. اما جاسپر به دروغ می گوید که تصویر فردا را دیده که در آن آیوان توسط مارکوس کشته شده. و این باعث می شود آیوان به مارکوس مشکوک شود و خودش به آپارتمان آقای بی می رود تا عکس را ببیند و تایید کند. در همین حال جاسپر مارکوس رو همونطور که تمرین کرده بود با چاقو میزند. وقتی آیوان بر میگردد مارکوس رو مرده میبیند و در یک حرکت سری جاسپر با یک چوب بیسبال با آیوان نیز حمله کرده و در دم کارش رو تمام میکند. گروه اجساد رو در انبار آقای بی پنهان میکنند و در همین حال میبینند که تصویر جدید عکسی از جاسپر است که روی مبل نشسته و انبوهی از پول در مقابل اوست. گروه بعد تمام پولهای آیوان رو میگیرند و حالا میلیون ها دلار دارند. آن شب فن پیشنهاد میکند که پول رو تقسیم کنند و از کشور خارج شوند. اما دو نفر دیگر مخالف این ایده هستند. همان موقع یک مهمان ناخوانده در میزند. این دوست و همکار آقای بی دکتر هایدکر است که به دنبال آقای بی میگردد. اما جاسپر نمیتواند داستان خود را در مورد آقای بی حفظ کند. بنابراین دکتر هایدکر اسلحه میکشد و اونا رو مجبور به اعتراف میکند. آقای بی قبل از مرگش نامه‌ای به دکتر هایدکر فرستاده بود. در نامه از موفقیت دوربین و مرگ خودش بهش گفته بود. به اضافه یک عکس از آینده. تصویری از اتاق نشیمن گروه که کلاه آقای بی در پس زمینه و خون روی پنجره ها را نشان می دهد. آقای بی عکس را دیده بود و فکر می کرد که در شرف مرگ است. بنابراین خودش را در انبارش حبس کرد. گروه دکتر را به واحد آقای بی میبرند و هایدکر متوجه میشود که آقای بی به دلیل قانون کاردینال نمرده. شواهد نشان میدهد که وقتی دستش را به سمت قفسه های کابینت برده بود، مواد شیمیایی روی او ریخته و باعث مرگش شده. این فقط یک تصادف بود و هایدکر میگوید که تصویر مربوط به فرداست. فن و جاسپر از اینکه میآموزند دوربین میتواند فراتر از 24 ساعت از آینده عکس بگیرد شگفت زده میشوند. اما در حال حاضر روی 24 ساعت تنظیم شده و تایمر روی 8 شب تنظیم است. جاسپر با دانستن این که هایدکر هیچ فایده‌ای برای اونا ندارد، اونو با اسلحه آیوان میکشد. جسد اونو پنهان میکنند و با آپارتمان خودشان برمیگردند. فن جاسپر را به خاطر کشتن یک زن بیگناه سرزنش میکند و تصمیم میگیرد که از آپارتمان نقل مکان کند.
ساعت 8 شب جسپر با انبوهی از پول عکس میگیرد، در حالی که کلی میرود تا عکس فردا را ببیند. فن چمدانش را بسته و آماده رفتن است. با آپارتمان آقای بی میرود و جسپر و کلی را در حالتی نگران میبیند. عکس روز بعد تصویری از کلی و جسپر را در حال سکس نشان میدهد، در حالی که فن روی کاناپه پشت اونا خوابیده. فن از دیدن این عصبانی میشود و کلی اتاق را ترک میکند. بعد فن حلقه ای را به جسپر نشان میدهد که مدت ها پیش برای کلی خریده بود. در حین صحبت جسپر به سرش میزند و اونو بیهوش میکند. فن را به انبار میکشاند و میبندد. جسپر میخواهد کاری را که دوربین میگوید انجام دهد و مطمئن شود که عکس اتفاق میافتد. بعد با آپارتمان میرود تا فردا ساعت شب صبر کند. صبح روز بعد فن در انبار به هوش میآید. پس از سوزاندن تنابها و آزاد کردن خود کلیدهای آقای بی را برمیدارد و از انبار فرار میکند. بعد یک سطلاب برمیدارد و به اتاق دوربین میرود. از آنجا با جسپر تماس میگیرد و تعزیز میکند که روی دوربین آب میریزد. فن از جسپر میخواهد که اجازه دهد اون و کلی بروند. جسپر کلی را صدا میکند و اونو زیر اسلحه میگیرد. سعی میکند فن را تهدید به کشتن کلی کند، اما موفق نمیشود. فن از کلی میخواهد که به جیب جسپر نگاه کند و حلقه را مییابد. کلی خوشحال است و بعد اسلحه جسپر را میگیرد و در را برای فن باز میکند. هر سه حالا در آپارتمان خودشان هستند. فن به کلی میگوید که لباسهایش را جمع کند، چون قصد دارند در اسرع وقت فرار کنند. اما وقتی کلی میرود تا لوازمش را جمع کند، جسپر به فن حمله میکند. کم مانده اونو بکشد که ناگهان کلی از پشت ظاهر میشود و کار جسپر را تمام میکند. بعد به آشپزخانه میرود تا برای جراحات فن یخ بیاورد. اما وقتی فن برای بررسی میرود میبیند که کلی کشوی دیگری را میگردد. کلی بهانه می آورد، اما فن حس می کند که چیزی اشتباه است. کلی اونو به اتاقش می برد و با یخ رها می کند. اما کمی بعد می بیند که کلی در حال ژست گرفتن مقابل دوربین است و همچنین دو یادداشت روی پنجره چسبانده. فن از دیدن عکس گرفتن دوربین تعجب می کند، چون ساعت 8 صبح است. در تمام این مدت فن فکر می کرد دوربین فقط ساعت 8 شب عکس می گیرد. از کلی در مرزان می پرسد و اینجاست که همه چیز آشکار می شود. قبل از اتفاقات فیلم، فن و کلی در رابطه خود با مشکل مواجه بودند. از هم دور شده بودند و کلی عشق اونا رو احساس نمی کرد، بنابراین با جسپر صمیمی شد. چیزی که اونا متوجه نشدند این بود که دوربین آقای بی در تمام این مدت از شیطنت اونا عکس می گرفت. وقتی کلی برای اولین بار با آپارتمان آقای بی رفت، دوربین و عکس‌ها را دید. همچنین عکسایی را دید که در حین شیطنتش با جسپر گرفته شده بود، که شامل عکس اونا در حال رابطه بود. کلی میخواست این رو پنهان کند، پس آن عکس‌ها را حذف کرد. همچنین متوجه شد که دستگاه 8 صبح و 8 شب عکس میگیرد. اما کلی قسمت 8 صبح را مخفی نگه داشت، چون تصویری از خودش را از صبح روز بعد دید. با یادداشت‌هایی که روی آن نوشته شده بود، رختاویز را زمین بزن و عکس‌های روز هفته گذشته را مخفی کن. و به این ترتیب تصمیم گرفت اطلاعات 8 صبح را مخفی کند تا دستورات را مخفیانه به خودش منتقل کند. ظاهراً دستورالعمل‌ها بهش کمک می‌کند تا فن را به خود نزدیک کند. در تمام این مدت، زمانی که صبح برای آبیاری گیاهان آقای بی می‌رفت، همیشه عکس‌های ساعت صبح را با پیامی از خود آینده‌اش می‌گرفت. یک روز صبح وقتی کلی عکس ساعت 8 صبح را دریافت کرد، روی آن نوشته شده بود جسپر را طولانی‌تر ببوس. پس وقتی ساعت 8 شب فرا رسید، با پیروی از دستورالعمل بوسه را دراز کرد و طوری که می‌خواست با حسادت فن پاداش گرفت. تنها چیزی که کلی میخواهد این است که فن برای رابطه اونا بجنگد. روز قبل ساعت 8 صبح پیامی دریافت کرده بود که از خودش میخواست عکس آن روز را با عکس سکس عوض کند. باز هم اگر احمقانه به نظر میرسد، هدف این بود که فن حسادت کند و برای رابطه اونا بجنگد، که البته موفقیت آمیز بود. و امروز فن سخت‌تر از آنچه که تا به حال دیده بود برای رابطه اونا جنگید. با این حال پس از فاش شدن حقیقت، فن اونو رد میکند. اون فکر میکند که همه اینها اشتباه هست و باید دوربین رو نابود کند. اما کلی از پشت بهش شلیک میکند و اونو میکشد. این باعث ایجاد پشیده شدن خون روی پنجره میشود. دقیقا مثل عکس هایدگر. کلی میخواد برای ساعت 8 شب پیامی بفرستد که میگوید کنار پنجره گرفتار نشو. فکر میکند که اگر هنگام گرفتن عکس در پنجره برای خودش پیامی بفرستد، 24 ساعت قبل پیامی برای خودش ارسال میکند و از وقوع این اتفاقات جلوگیری میشود. درست در حالی که منتظر است دوربین عکس بگیرد، جوی پلیس ظاهر میشود و ازش میخواهد که در را باز کند. اجساد را در سالن مرزه پیدا میکند و متعاقباً کلی را میبرد.
کلی با آرامش آنجا را ترک می کند و مطمئن است که وقتی گذشتهش پیامی را که دوربین ضبط کرده ببیند، همه اینها تمام می شود و خط زمانی بازنشانی می شود. جو کلی را به بیرون از خانه هدایت می کند، اما همان لحظه یادداشتی که گذاشته بود از پنجره می افتد. کلی سعی می کند برگردد و پیام را دوباره بچسباند، اما جو اونو می کشاند. دوربین عکس 8 بعد از ظهر خود را میگیرد و قبل از اینکه تصویری ایجاد شود، صحنه سیاه می شود و فیلم به پایان می رسد. کلی نمیتواند رویداد را تغییر دهد، چون چیزی که اتفاق افتاده افتاده و سرنوشت را نمیتوان تغییر داد.